با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و برنامه دیگری از خط آتش رو تقدیم حضورتون میکنیم. اعتراضات آبان 98 نقطه عطفی در مبارزات مردم برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی بود و در بیش از صدها شهر مردم رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن و خواهان سرنگونی رژیم اسلامی شدند. اشکالی از مبارزات مردم تا حد گرفتن برخی از شهرها من جمله شیراز نیز به منصب ظهور رسید. اشکالی از مبارزه نظامی مردم بر علیه رژیم اسلامی در این اعتراضات ما شاهدش بودیم. رژیم اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرد با وحشیانه ترین شکلی مبارزات مردم رو سرکوب بکنه، دست به دستگیری های وسیع و دست به قتل های فجیع با شلیک گلوله به طرف مردم دست زد. در برنامه امروز خط آتش ما با آقایان فؤاد پاشایی و علی جوادی خواهیم بود و در ارتباط با اینکه نیازهای این جنبش برای پیشروی چیه، چه رهبری سازمان یافته‌ای میتونه این مبارزه رو به جلوتر ببره برای سرنگونی رژیم اسلامی، اشکالی که در این مبارزه مردم از اون اشکال استفاده کردن، این اشکال به چه شکلی بوده و چجوری میشه این اشکال رو تقویت کرد و سازمانش داشت، همچنین در ارتباط با مسئله مبارزه مردم بر علیه اسلام از طریق آتش زدن قرآن و یا حمله به مراکز امام جمعه ها و مساجد که در این اعتراضات ما شاهدش بودیم چه نقشی خواهد داشت در سرنگونی رژیم اسلامی، نکاتی است که ما این نکات رو در مقابل مهمانان برنامه امروز آقایان پاشایی و علی جوادی خواهیم گذاشت و نظرات اونها رو جویا میشیم. با سلام به شما آقای پاشایی و با تشکر از اینکه در برنامه امروز خط آتش ما شما رو با خودمون داریم. با درود به شما و درود به آقای جوادی عزیز و همه بینندگان و شنوندگانتون در سراسر جهان. خیلی ممنون علی جوادی، با سلام دوباره به شما و با شرکت همیشگیتون در برنامه خط آتش. متشکرم به شما و آقای پاشایی و همچنین به بینندگان عزیز سلام میکنم. آقای پاشایی اگه اجازه بدین من سوال اول رو از شما بپرسم. به نظر شما ویژگی مهمی که آدم میتونه روش انگوش بذاره و اون رو هایلایت بکنه در ارتباط با اعتراضات مردم در آبان 98 چی بوده و فکر میکنین که کدوم مؤلفه مهمی بود که در این اعتراضات ما باهاش روبرو بودیم؟ به نظر من یکی از مهمترین موضوعات نگاه هایی که میشه به اعتراضات آبان ماه کرد این بود که بخش های مختلف جامعه تون بودن. ما در جنبش سبز میدل کلاس در حقیقت در خیابان داشتیم، بخش های دانشجو و کسانی که به سال دقیقه میشد از اونها در جامعه به عنوان میدل کلاس نگاه کرد. در دی ماه دو سال پیش بیشتر طبقه بودن که به حساب مشکلات مالی داشتن و یه بخش عمده از زحمتکشان رو به حساب تنگ دستان جامعه، ولی در این حرکت اخیر ما دیدیم که هر دوتا اینها در کنار همدیگه بودن، هم بخش های زحمتکش و تویدت، هم بخش های که امکانات به حساب زندگیشون هنوز هست ولی میدونن که اگه در اینجا ساکت بشینن و سکوت اختیار کنن و نیان به خیابون مطمئنا در ظرف چند ماه یا یک سال آینده تبدیل به بخش تویدت خواهند شد و در این حکومت هیچ به حساب نشانه هایی از این که بتونه به حساب کاری رو پیش ببره، دریچه هایی از اقتصاد رو باز کنه، کار ایجاد کنه نمیدیدن و به حساب همه اینا مردم هم معتقد بخش های مختلف جامعه در کنار هم بودن در این حرکت. و یکی از مهمترین نگاه هایی که میشد به این صحنه کردی بود که جوان ها نقش بسیار فعال و زنان نقش بسیار فعالی داشتن. یعنی شما اگر نگاهی به جان باختگان این اعتراضات آبان ماه بکنید میبینید که 80% اونها جوانان زیر 30 سالن. یعنی حقیقتا اون بخشی از جامعه که برای آینده خودش امیدی نمیبینه، آینده رو در برابر خودش نمیبینه و جز تاریکی، جز به حساب روزگار سخت و جز روزگار به حساب ناامیدی چیزی در برابر خودش نداره و آمده بودن به خیابان و من معتقدم میآیند به خیابان بطور مجدد که بتونن به حساب زندگی خودشون رو و آینده خودشون رو عوض کنن
و تلاش میکنن که به حساب برعکس سالهای گذشته ای که جمهوری اسلامی تونسته بود با ایجاد وحشت همه رو خانشین کنه، اینها آمدن که آینده خودشون رو در حقیقت بسازن. به نظر من خیلی ممنون آقای پاشایی. آقای جوادی، به نظر شما ویژگی مهم این اعتراضات و کدوم مؤلفه میشه روش انگشت گذاشت به عنوان مؤلفه مهم در این اعتراض؟ ببینید، به لحاظ نیروی اجتماعی و نیروی شرکت کننده عمدتا میشد ارتش گرسنگان رو، اون چیزی که حتی خود مبلغین و مفسرین رژیم بهش اشاره میکنن، دید. کسانی که استثمار شدن، تحت ستمن، محرومین جامعه هستند، از بخشهای زحمتکش و کارگر در جامعه هستند، نیروی عمده این اعتراضات رو تشکیل میدادن که عمدتا در شهرکایی که پیرامون شهرهای بزرگ هست و در حاشیه نشین ها بودن. اینا استثمار شدگان، اینا به قول معروف بیچیزان هستند، چیزی برای از دست دادن ندارن، به میدون اومدن که سرنوشت و آینده خودشون رو رقم بزنن و عامل اصلی که اینجا هست به زیر کشیدن جمهوری اسلامی هست. اما تا اونجا که به مؤلفه‌های سیاسی برمیگرده، ما شاهد اقدامات ویژه‌ای بودیم. تعرض و جسارت شاید بشه گفت یک ویژگی این اعتراضات بود، تعرض به ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی. خودشون میگن به بیش از 50 پاسگاه جمهوری اسلامی تعرض شده، میگن چندین خانه به اصطلاح نمایندگان ولایت فقیه در ایران مورد تعرض قرار گرفته، به آتش کشیده شده، بانک‌های بسیاری به آتش کشیده شده و به مساجد حمله شده و با جسارت، جسارت در مقابل نیروی قهریه مجهز آماده به شلیک که به مغز برای کشتن به اصطلاح می‌زدن، ولی جوونا در مقابلش وایستادن و مبارزه کردن. منم دوست دارم روی نقش زنان که حتی به اصطلاح خود دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی داره اشاره می‌کنن تاکید بکنم که اینها نقش ویژه‌ای داشتن. به لحاظ تاکتیکی هم ما شاهد پیشرفت‌هایی بودیم، پیشرفت این که راهبندان‌هایی رو که به وجود می‌آوردن فقط یک راهبندان نیست، بلکه عملاً غیر متمرکز کردن و مانع تمرکز نیروهای سرکوب از یک منطقه و ارسال و گسیلشون به منطقه دیگه بود و اینکه بتونن در به اصطلاح جمع‌های کوچکتر اینا رو مورد تعرض قرار بدن. اینکه مردم در و جوانان و دستجاتی از جوانان در مبارزه ناچار شدن دست به اسلحه ببرن، ناچار شدن اسلحه رژیم رو بگیرن و باهاشون مقابله کنن، یکی از ویژگی‌هایی هم بود که ما در این دوره شاهدش بودیم. شاید بشه به کنترل محلات هم بعضن در شهرهای مانند بخشایی از کرج، بخشایی از شیراز، ماهشهر و در کردستان، سنندج و مریوان به طور مشخص اشاره کرد که بعضن که اخباری که امروزه به دستمون میرسه حاکی از این هست که برای چند روز حتی مثلا در سنندج و مریوان شهر از کنترل اوباش رژیم اسلامی خارج شد و در دست مردم قرار گرفت. به یک اعتباری اشکالی از مبارزه برای خارج کردن قدرت از دست و چنگال جمهوری اسلامی رو ما اشکالش رو شاهد بودیم. ویژگی های این اعتراض به نظرم این به لحاظ سیاسی و به لحاظ نیروی اجتماعی این محورها رو در بر میگیره. آقای پاشایی، رژیم اینترنت ها رو قطع کرد، دست به سرکوب وحشیانه معترضین زد و الان هم از این صحبت میکنه که تونسته سرکوب بکنه و از این فاز جامعه خارج بشه. به نظر شما فکر میکنین که ادعای رژیم مبنی برای اینکه این اعتراضات سرکوب شده و خبری ازش نخواهد بود چقدر میتونه واقعی بشه؟ تا اونجا که به حساب بعد از وحش شدن اینترنت ها، اخباری که بیرون از ایران آمد و فیلم هایی که بیرون از ایران آمد که مال اون دو سه روزی بود که اینترنت قطع بود، نشون میده که به حساب تظاهرات به اون صورتی که رژیم میگه نخوابیده، جابجا شده، محله به محله شده، ساعت‌هاش عوض شده، نوعش عوض شده، ولی همچنان مردم شب‌ها بسیاری از محله‌ها رو در اختیار دارن، شعارهاشون رو میدن، هم تجمعاتشون رو دارن. ولی ما فراموش نکنیم که در این درگیری‌ها شما اگه لابلای اخبار خود جمهوری اسلامی رو بخونین، یعنی گفته از این سردار و گفته از اون آخوند و گفته از اون امام جمعه و گفته از اون نماینده مجلس، میتونیم متوجه بشیم که چه وحشتی این حکومت رو برداشته. و حتی یکی از فرماندهان سپاه اعلام کرد که این جنگ واقعی بود، این جنگ جهانی دوم بود، برای اینکه ظاهرا اونجوری که به حساب اخبار جست و گریخته میاد صد خوردهای از پاسداران یا به حساب بسیجی ها یا وابستگان به رژیم که در برابر مردم ایستادن و مردم رو به گوله بسته بودن، مورد به حساب طرف مردم مورد تهاجم قرار گرفته. وقتی یک مرکز بسیج
به حساب رو پشتبانش تیراندازی میکنن و مردم رو میکشن، طبیعی که جوانها به اونجا هجوم میبرن برای اینکه بتونن اون تیرانداز رو خلع سلاح کنن که بتونن به حساب خودشون جان خودشون رو حفظ کنن و از مرض تیر بودن. خب در اون درگیری هایی که کتان کشته میشن و رژیم پلاش میکنه ضربه خوردن خودش رو مخفی کنه و ضربه هایی که از طرف مردم به شوارد شده رو حد امکان که کمتری حجم نشون بده که بتونه روحیه آدم های خودش رو همچنان حفظ کنه. ولی اخبار بیرون آمده نشون بده که مردم با اینکه مسلح نبودن، با اینکه قصد به حساب نبرد مسلح نداشتن، به سهم خودشون در جایی که لازم بوده تونستن جلو عوامل رژیم بیستن و اونها رو به حساب جلوشون از اینکه تیراندازی کنن مردم رو بکشن بگیرن. در این حالی که فیلم های گسترده‌ای که به بیرون آمد نشون داد که با چه وقاحتی یا با چه بیشرمی عوامل رژیم مستقیم تو سینه مردم شلیک میکنن، مستقیم تو سر مردم شلیک میکنن و فشاری که این بود به حساب جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه حتی پدر مادر بعضی از این جانباختگان رو زیر فشار بذاره و از اونها نوار ویدیویی بگیره که بگه آقا مثلا بچه من به طور اتفاقی مرد، داره چجوری به طور اتفاقی مثلا گوله خورده، چجوری به طور اتفاقی سر اون جانباخته بدبخت ترکیده، معلوم نیست. ولی خب نشون بده که این فیلم ها به شدت در تلاش هست که بتونه جایگاه خودش رو حفظ کنه و دیدیم که خامنه ای مثل جنبش دو سال پیش آمد و بعد یک گریه‌داری دیگری رو راه انداخت، در نقش دیگری متهم کرد که تانی رو که اینها دارن به هم می‌ریزن و قیام کنندگان آینده و زندگی و نان رو به عنوان شورشیان نابود. من اینم چطور مثلا دختر 14 سالی یا یه پسر 13 سالی، پسر 16 سالی اینا مثلا جزء بلوا براندازان و شورشیان هستن و اینا رو میشه به عنوان شورشی اینها رو جازد؟ واقعا حقیقتا من معتقد تمام حرکت هایی که از طرف خود رژیم آمد بیرون نشون داد که چقدر رژیم وحشت کرده و چقدر در حقیقت لرزی به اندام رژیم افتاده. طبیعی است که این جوان ها راهشون یاد گرفتن، فهمیدن که میتونن رپتی رژیم بر بیان درس های خودشون رو در خیابان آموختن، در این دفعه راه هاشون رو به حساب پیدا کردن. اما مطمئنم که خیزش های بعدی بسیار بسیار موثرتر خواهد بود. خیلی ممنون آقای جوادی. نظر شما در ارتباط با اینکه آیا آبان 98 به پایان رسیده و این اعتراضات اونجوری که رژیم داره ادعا میکنه و یا اینکه کماکان ادامه خواهد داشت؟ من به نظرم خیزش انقلابی آبان 98 آغاز پایان عملی جمهوری اسلامیه. تمرین مردم به پاخواسته بر علیه جمهوری اسلامی برای به زیر کشیدنش با دستان قدرتمند خودشونه. این مبارزات مسلماً فراز و فرودهای متعددی خواهد داشت تا به سرانجام موفقش برسه، اما تردیدی نیست که در پایان این مبارزات این جمهوری اسلامی که سرنگون خواهد شد به زیر خواهد کشیده خواهد شد. سرکوب موقت درمان بقای عمر سیاه جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی نه راه حل اقتصادی داره نه راه حل سیاسی داره. به مردم گرسنه‌ام شلیک کردن پاسخی نیست و دوامی نخواهد داشت. اینا شاید بتونن از بناپارت، لوی بناپارت درس بگیرن که گفته بود من با هر ارتشی حاضرم بجنگم به غیر از ارتش گرسنگان. اینا با ارتش گرسنگان طرفن که به پا خواستن، عزم خودشون رو داریم مشاهده میکنیم، تمرین یک خیزش عظیم انقلابی و قیام رو دارن انجام میدن، محلات رو کنترل میکنن، اسلحه رو از دست رژیم خارج میکنن، به مراکز قدرتش با جسارت نه تنها دفاع میکنن بلکه تعرض میکنن. خود این اوباش دارن میگن مجروحینشون بیشتر از مجروحین مردم بوده و معلوم شده که مردم گوشمالی مهمی به سرکوبگران در این خیزش انقلابی دادن. این واقعه تکرار خواهد شد با تواتر بیشتری، با تناوب بیشتری و با قدرت بیشتری و به اعتباری با آمادگی بیشتری و با سازماندهی بیشتری باید به پیش برده بشه. آقای پاشایی، همونجوری که خودتونم اشاره کردین، علی جوادی هم اشاره کرد، ابعاد این جنایت از طرف رژیم اسلامی همونجوری که همیشه از این حکومت جنایتکار انتظار میره ابعاد وحشیانه ای بوده و به فجیع‌ترین شکلی در واقع به مردم تعرض کردن و شلیک کردن، همونجوری که تو این صحبت هم اشاره شده. به نظر شما مردم در ارتباط با این شکل فجیع جنایتی که رژیم دست زده در ارتباط با اعتراض مردم باید چه برخوردی صورت بدن؟ من معتقدم که به حساب تبلیغات رژیم دیگه بی اثر شده. به قدری ظرف این سالها در تلویزیون ها ما اعترافات به زور و با شکنجه و بعدم که آمدن بیرون بسیاری از این
اخباری که به حساب اعترافات به زور بوده، این شکل به حساب شکنجه بوده، به حساب تهدید بوده، این نوع تبلیغات رژیم رو بی اثر کرده و هر نوع نشانه در این مورد به حساب درست من به معتقدم اثر منفی داره در مردم. یعنی شما وقتی کسی رو میارید که اون اعتراف میکنه که آقا من گول خوردم به حساب نمیدونم سنگ انداختم به ماشین های دادت تجربه شرکت کردم، خب معلومه که جوون رو بردن زیر تهدید زیر شکنجه و به حساب ازش اعتراف گرفتن. من معتقدم که خیزش های بعدی بدون تردید همجور آقای جوادم گفتم با مدیریت و با توانایی بیشتری انجام خواهد گرفت. این بود بچه ها بسیار از دو سال پیش توانمندتر عمل کردن و این نیست که به حساب جای ترین شده باشن، جای یاد گرفته باشن، اینا در کف خیابون تمام این کار رو یاد گرفتن. نیاز اینها رو وادار کرد برای اینکه بتونن در برابر این رژیم صفاق بیستن، برای اینکه بتونن این مبارزه مدنی رو پیش ببرن، از روش ها و راه های به حساب استفاده کنن که به حساب اولی و مهمترینش به حساب محله ها رو در اختیار بگیرن. جاهایی هم که مورد حمله قرار دادن شما دقت کنید بهش، اگر مثلا خب حالا تردید در این نیست که خود دولت و خود رژیم مقدار زیادی از این آتش زدن ها رو ایجاد کرده برای اینکه بتونه برای خودش بهانه موجه درست کنه برای ایجاد امنیت، ولی آنچه هم که خود رژیم در حقیقت فکر میکرده اگر مردم بخوان بکنن کجا رو میذارن، بانک ها جایی هستن که پول مردم رو در این سالها خوردن، بانک های به حساب که مثل قارچ از زمین سحب شدن و به قول هر دوست که از ایران میاد یا تر هر چهارراهی یا هر بلاکی سه تا بانک اینو ایجاد کردن، از سیوینگ و از نمیدونم حساب پسنداز و از قرض الحسنه و از بانک، و اینا که بزرگترین به حساب ابزار رژیم بوده برای این فساد اقتصادی گسترده که اون در رژیم هست. منزل امام جمعه ها بوده، نمایندگان خامنه ای که در هر شهری بیشترین به حساب دزدی رو میکنن، بیشترین پارتی بازی رو میکنن، بیشترین زورگویی رو میکنن، بیشترین اشراف مردم میکنن، مراکز بسیج، جاهایی که محل سرکوب مردم بوده، محلی که در اونجاها جوانهای هر محله یا مردم هر شهری مورد تهاجم، مورد به حساب زورگویی یا مورد اشراف قرار گرفتن. و طبیعی است که به حساب حتی وقتی خود رژیم میخواد به حساب طرف مردم نشون بده که به حساب مردم قیام به حساب ریختن و آشوب ایجاد کردن، این نوع مراکز رو مورد تهاجم، همین که در بهمن 5 در انقلاب 57 مثلا سینماها رو مثلا مخالفین آتیش میزدن، یا که رستوران ها رو یا کلاب ها رو، جایی که به قول خودشون مرکز به حساب فساد رژیم پهلوی بود، تمدن بود، نشانه‌ای از به حساب آزادی مردم در ارتباطات اجتماعیشون با هم بود، ولی این دفعه به حساب مراکز رژیم بسیجی ها و در حقیقت امام جمعه ها که بیشترین نقطه حرکت و تنفر مردم از رژیم هست و اونها رو نشانه گرفته بودن. به نظر من آقای جوادی شما نظرتون در ارتباط با این که مردم باید چه پاسخی به جنایات رژیم بدن و این جنایات وحشیانه‌ای که رژیم صورت داده؟ ببینید، پاسخ اساسی سازماندهی تعرض بیشتر برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و پایان دادن به این وضعیت نکبتبار و سیاهی هستش که کلیت جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی، دستگاه مافیایی مذهب تو جامعه به وجود آورده و به زیر کشیدن اینا. در کنارشون تک تک کسانی که امروز فرمان آتش دادن، تک تک کسانی که آمرین آتش بودن، از خامنه ای و روحانی گرفته تا بقیه سران سپاه و بسیج و لشکر و اوباشی که دارن و تمام کسانی که روی مردم شلیک کردن، باید در مقابل دادگاه های عادلانه قرار بگیرن. نمی بخشیم، نه فراموش میکنیم، بلکه دادگاه های عادلانه برای محاکمه کردن اینها و اینکه تاریخ درس عبرتی بگیره، بشریت درس عبرتی بگیره که این جنایتکارانی که این چنین به مغز جوان شلیک میکنن، دختر 14 ساله رو مغزش رو به اصطلاح هدف قرار میدن و کودک 9 ساله رو حتی تو این تظاهرات و اتخیزش انقلابی مردم مورد حمله قرار دادن، زن سالمندی که از به اصطلاح پنجره نگاه میکرده بیرون تو خیابون چه خبره رو مورد به اصطلاح گلوله قرار دادن، شلیک کردن، قلبش رو هدف گرفتن، بشریت باید بدونه که این اوباش چه کردن، باید در دادگاه صالحه قرار بگیرن، محاکمه بشن، مجازات بشن و با از این وضعیت عبور بکنیم برای همیشه، جامعه‌ای بذاریم که دیگه هیچ کس نتونه به طرف مردم شلیک کنه، هیچ کس نتونه به اصطلاح اینطوری انجام بده. من فکر میکنم جامعه راه خودش رو پیدا کرده، تعرض داره میکنه به دستگاه اسلام، به دستگاه سرکوب و داره آماده میشه، تدارک میبینه که بتونه قیام‌های متعدد و قیام نهایی پیروزمند رو به اصطلاح اثر بگذرونه. این اون پاسخ واقعی هست که به اینا باید داده بشه.
میبخشید آقای پاشایی، برخی جریانات اصلاح طلب از این صحبت میکنن که اگه خشونتی از طرف رژیم در این اعتراضات صورت گرفته، طرف مقابل مردم هم خشونت کردن، به بانک ها حمله کردن، به پاسگاه ها حمله کردن، به مراجع امام به دفاتر امام جمعه ها حمله کردن و مردم رو دعوت میکنن به مبارزه مسالمت آمیز، مبارزه مدنی و اینکه دست به خشونت نزنن. شما نظرتون راجع به این نگرشی که این جریانات اصلاح طلب مطرح میکنن چی؟ اولا که بر مبنای مدارک و به حساب فیلم هایی که از ایران بیرون اومده نشون داده میشه که بسیار از این بانک ها در این حالی که شیشه هاش سالمه، در این حالی که درهاش بسته است، از داخل آتیش گرفته. خب چطور به حساب مردم میتونن تو خیابون واسن و بانگی که نه هم نه شیشه شکسته نه چیزی، از داخل آتیش بزنن؟ یا مارکت فرماندهی یا مارکت به حساب بسیج رو اگر با مردم درگیر نشده باشه. در این حالی که ما فراموش نکنیم مردم به دموکراتیک ترین روش اعتراض رو روز اول انجام دادن، یعنی در خیابان ماشین هاشون رو خاموش کردن و در کمال سکوت تو ماشین هاشون نشستن. یعنی گفتن آقای بنزین گرون شده و ما نمیتونیم بنزین گرون رو استفاده کنیم و بریم. وقتی به حساب نیروهای بسیج حمله میکنن، ماشین ها رو خرد میکنن، در بچه‌ها رو کتک میزنن و به حساب اعتراض کننده رو دستگیر میکنن، پاهاشون رو میشکنن، خب شما مثلا میخواید توقع دارید که این مردمی که امروز با داشتن ماشین نمیتونن کار کنن، نمیتونن به کارشون برسن، فردا که میخواین 3 میلیون تومان مثلا به قول پولی به پولی ایران برای تعمیر ماشین باید بدن، بچه بکنن و باستن و نگاه کنن که اینا اتفاق بیفته. طبیعی که مردم خودشون دفاع میکنن، طبیعی که مردم به حساب در برابر زوری که بهشون گفته میشه به حساب ایستادگی میکنن. مهم نیست اصلاح طلبان چی میگن، اصلاح طلبان وظیفهشون این است که مردم رو در مسیر خواستهای رژیم نرم کنن، آرام کنن، به حساب خیلی عود میخوام لغات اتفاق بکنم، تو سری خور کنن و بهشون بقبولن که آقا شما باید در برابر مطالب تسلیم بشین با آرامش. مگه مردم ظرف دو سال گذشته که بانک ها پولاشون رو خوردن یا سیوینگ ها پولاشون رو خوردن یا شرکت های وابسته به رژیم پولاشون رو خوردن، در کمان آرامش نرفتن تظاهرات کردن که آقا پول ما رو چرا؟ یک دونه رئیس بانک ازش بازجویی شد، یک دونه رئیس به حساب مسئول نمیدونم حساب های سپرده احضار شدن که بگن آقا چرا پول مردم رو خوردین رفت به کارتون. نه، در کمال به حساب لبخند سوار هواپا شدن، تشریف بردن به کانادا، پولا هم برشت رفتن اونجا، به مردم هم گفتن خداحافظ شما. پس این وظیفه اصلاح طلبان است که مردم رو تشویق کنن که به حساب آرام بشین و به حساب تندی نکنین، در کمال آرامش صف فرصت بدین، ما انشالله دفعه مثلا چند سال آینده تعمود پولا رو هم بخوریم. خب این اتفاق نخواهد افتاد مطمئنا که مردم دیگه به صبر کاسه صبرشون سیراب شده و مهمترین موضوع است که مردم دیگه بود چیزی برای دست دادن ندارن. جوونی که به خیابون میاد، جوونی که 25 سالش و آینده ای نداره و چی و گذشته‌ای هم نداره جز سختی، جز مشقت، جز حساب کار سخت، جز محرومیت، چیزی برای دست دادن نداره امروز. و ما مطمئنم که این حرکت ها به نجیم میرسه و اصلاح طلبان و غیر اصلاح طلبان رو مردم در خیابون گفتن که به حساب هیچ خودشون دیگه به حساب در دل مردم و گفته هاشون اثری نخواهد داشت. اجازه بده نظر علی جوادی هم در ارتباط با همین مسئله جوره بشه. آقای جوادی ببینید، اصلاح طلبان میبخشید غلط میکنن که همچین اراجیفی رو میگن. خشونت اون کسی که میکنه که اسلحه به طرف مردم گرفته، کار امروزش هم نیست، از ابتدای شکلگیری خونینش، از ابتدا، از روز دومش، از روز سومش شروع کرده کشتن و قتل عام کرده و تاریخی از جنایت و کشتار تو جامعه به اصطلاح شکل داده. خشونت اون کسی که میکنه که مردم رو به اینکه برن زباله وردارن و از زباله تغذیه بکنن، خشونت اون کسی میکنه که کودک اون جامعه رو به جای اینکه سر کلاس درس باشه مجبورش میکنه که تو زمستون گوشه خیابون واسه کفش واکس بزنه و به اصطلاح درآمدی داشته باشه، بتونه همزمان هم درس بخونه هم به اصطلاح شکمش رو سیر بکنه. خشونت اون کسی میکنه که بخشی از جامعه رو به تنفروشی واردار کرده و برای زندگی خودشون بعضی حتی تو خانواده میدونن که دارن تنفروشی میکنن. خشونت اون کسی میکنه که زندگیشو مجبوره به تماس بگیره بگه کلیه‌مو بخوام بفروشم، لطفا برای من مشتری پیدا کنید برای اینکه کلیه‌مو بفروشم. اینا خشونت میکنن. خشونت اون کسی میکنه که کارگر رو محروم کرده نسبت به اینکه نیروی کارشو بفروشه و دستمزدی که میگیره کفاف یک زندگی بخور و نمیر رو هم نمیده و به اصطلاح سفره‌شو خالی کرده از مواد غذایی پروتئیندار و غیره و غیره. خشونت اینا میکنن. این مردم حق دارن دست به اسلحه ببرن. این
مردم حق دارن، اون مردم گرسنه‌ای که غذا را تو زباله دونی به اصطلاح جمع میکنن حق دارن تعرض بکنن به بانک‌ها که مراکز به اصطلاح استثمار مالی اون جامعه هستش و پولشون رو گرفته. تعرض مردم به اینا حق مشروع مردمی هستش که در مقابل این اوباش استثمارگر چپاولگر دزد به اصطلاح اومدن. اینا آفتاب دزد رو میگیرن، دستش رو قطع میکنن، میلیون میلیون خودشون دزدی میکنن و به اصطلاح در مقابل هیچ چیزی پاسخگو نیستن. مردم بلند شدن که پایانی بر این به اصطلاح کارنامه سیاه اینا بذارن و جامعه رو از شر این اوباش اسلامی استثمارگر و غارتگر و دزد به اصطلاح خلاص بکنن. خشونت رو اینا انجام میدن. مردم حق دارن در مقابل خشونت ارتجا دست به قهر ضد انقلابی خودشون بزنن و به اصطلاح اسلحه رو از اینا بگیرن به طرف اینا برگردونن و در اینا رو ناکار بکنن. این واقعیتی است که خواهیم دید. روز شیرین پیروزی، روزی که مردم یک قیام مسلحانه در مقابل اینا انجام بدن، به نظرم دور نیست. توی این مسئله اینکه مسالمت‌آمیز با اینا رو میتونیم کنار بزنیم، این تئوری‌ها تماما کنار زده شد. معلوم شد که اینا حرف حساب هیچ وقت سرشون نمیشه، از ابتدا نمیشد. توی تجربیات هر روزه داریم مشاهده میکنیم مردم باید برای نبرد نهایی و قیام نهایی آماده بشن. این کاریه که امروزه باید تو دستور قرار بگیره. آقای پاشای ابوالفضل بهرامپور، مدرس ترجمه و تفسیر قرآن، به طور وقیحانه‌ای در صدا و سیما عملا میاد و مطرح میکنه که باید دست و پای معترضین رو برید و زجر کششون کرد. شما نظرتون راجع به این مسئله که این مدرس و مترجم و تفسیر قرآن اومده مطرح کرده و اینکه سیما صدا سیمای رژیم اسلامی چه هدفی از پخش این صحبت‌های وقیحانه داشته؟ بفرمایید. بله، اون چیزی که این آقا در تلویزیون ایران اعلام کرد، همونجای خود چند اون برام توضیح داد، چیز عجیب و غریبی نبود. این جزء آیاتی از قرآن است و ایشون به دقیقا همون نوشته های قرآن رو ترجمه کرد و به مو و درست هم ترجمه کرد. این چیزیست که و روشیست که دفعه 1400 سال گذشته استفاده شده در هر جا که لازم شده. برای اینکه به نظر من قرآن دو بخش داره، بخشش از رفعت و بخشش و عطوفت صحبت میکنه. زمانیست که محمد در به حساب تنهایی بوده، در ذلت بوده، کسی به دورش نبوده، باش حرف نمیزده، مدام مردم رو به حساب به مهربانی دعوت میکرده. بخش دومش اون وقتی که به حساب میتونه تعدادی رو دور خودش جمع کنه و هجوم بیاره و مکری میگیره و از اون بعد دیگه تمام آیات قرآن با قلدری و با قتله و قتلو شروع میشه. ببرین و قطع کنین بزنین. و واقعا انسان تعجب میکنه که به حساب خداوند که اینا بهش معتقدن میگه آقا بکشید و به بیرحمانه ترین و با به حساب چی میگن بهش به حساب شکنجه‌آویز ترین روش های دنیا اینا رو بکشید، وقتی کسی میکشید بکشید تا ادامش کنید. و حالا اون یه آدمی بود که 1400 تا پیش نفاذ، تعجب اینه یه آدمی در قرن 21 همون الفاظ استفاده میکنه و همون به حساب اینا رو تبلیغ میکنه. جمهوری اسلامی طبیعی است که میخواهد در مردم ایجاد وحشت بکنه و این رو به رخ مردم بکشه که اگر دفعه دیگه بیان به خیابون ما با شما اینجوری رفتار خواهیم کرد. ما دیگه الان دفعه وارد این بخش تند قرار در این حالی که ما یادمون نرفته جمهوری اسلامی 40 سال از رفتار میکنه. من معتقدم داعش آنچه که در حساب این دفعه سالهای گذشته ما دیدیم ازش فیلم هایی رو، این داعش شاگرد کوچکی در برابر جمهوری اسلامی. هنوز من فکر کنم هیچ ایرانی اون تصویری که در سال اول انقلاب از کردستان آمد و اگر بیشتر بچه های چپ بودن که روی زمین به حال مریضی خواباندنشون و اعدامشون کردن و دست جمعی اعدام کردن، فقط اون تصویر اشکال و این فرقش با داعش این بود که لباس مشکی تنشون نکرده بودن کسانی که اعدام میکرد. اگر اون لباس مشکی تنشون بود و شما اون تصویر بقید تصویری که امروز از داعش میبینیم میاد بیرون میذاشتیم، درست این همدیگه بودن، همون رفتار، همون کردار، همون قطع های دست جمعی، همون اعدام های دست جمعی. و من فکر کنم که این خشونتی که از طبیعتا این حکومت از اسلام درس گرفته و از اسلام آموخته و خوشبختانه مردم تصمیم گرفتن که فاصله خودشون رو با این حکومت مذهبی بسیار زیاد کنه و ایران آینده ایرانی به نظر من خواهد بود که مردم با جدایی کامل دین از حکومت به حساب باور دارن. من حالا نمیخوام سر به حساب درست یا غلط بودن مطلب صحبت کنم، ولی مردم دیگر قبول نمیکنن که با آیات قرآن و با قوانین قرآن و با قوانین مذهبی کشورشون اداره بشه.
بله، اجازه بدید نظر علی جوادی هم در همین ارتباط جویه بشه. آقای جوادی بفرمایید. ببینید، این اسلامه، این قوانین اسلامه، این احکام اسلامه، این سنت اسلامه، این پراتیک اسلامه و این حکومت اسلامیه. نتیجتا مبارزه برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی نمیتونه از مبارزه بر علیه بنیادهای فکری، سیاسی، عقیدتی اسلام جدا باشه. و اگه تو طول تاریخ بشریت نگاه کرده باشیم، آزادی، یک رکن اساسی آزادی، یعنی آزادی و خلاصی از مذهب. روشنفکران دوران رنسانس و به اصطلاح متفکرین اون دوران عمیقا روی این مسئله تاکید میکردن و کار سترگی هم در این زمینه انجام دادن که برای آزادی جامعه باید از مذهب، از سلطه مذهب، از اسارت مذهب به اصطلاح خارج شد. امروزه در این دوران، در این تاریخ، جامعه ایران به اسارت دستگاه مذهب گرفته شده. دستگاه مذهب فقط یک دستگاه مافیایی آدمکش تولید جنایت هست. فقط خرافه نیست، جهل فقط نیست که آدم میتونه برفرض بخنده بهش، مضحکش بکنه، از کنارش رد شه. یک سازمان جنایتکاره که مسلح قوای نظامی داره، امکانات مادی فراوان داره، تعرض میکنه، کودک آزار، زن ستیز، حیوان آزار، انسان ستیز. و به اصطلاح این موجودیت در طول تاریخ بشر بیشتر از هر هیولایی، بیشتر از هر بیماری، بیشتر از هر طاعون و وبایی از بشریت و آزادی خواهی به اصطلاح قربانی گرفته و مردم رو به این چنین ناکار کرده. اینا میگن دست و پا رو قطع کنید، زجرکش کنید، مصلوب کنید و به اصطلاح این اقدامات رو انجام بدید. دیره، این اروتیزای اوباش اسلامی دیره، کارایی نداره. اگر هدفش مرعوب کردن مردم باشه، مردم رو جریتر میکنه برعکس و مردم رو راسختر میکنه، چرا که چهره واقعی خودشون رو، چهره واقعی اسلام و اسلام سیاسی و حکومت اسلامی رو دارن نشون میدن. بی دلیل نیست که در عراق میبینیم چگونه در مقابل اینا بلند شدن، در لبنان در مقابلشون بلند شدن، در ایران بلند شدن و یک پیوند و همبستگی بین اینا خواهیم دید. کلیت جامعه ایران به نظر من داره نشون میده که جامعه صحنه یک تعرض وسیع ضد اسلامی، سکولاریستی خواهد بود که پایانی بذاره بر این دوره از اسلام سیاسی که بشریت رو اینچنین مورد تعرض قرار داد. همین امروز در لندن میبینیم که این اوباش چاقوکش و تروریست باز دوباره جنایات دیگه رو میخواستن به وجود بیارن و شروع کنن. اینا رو باید بهشون قلاده زد. تاریخ بشریت پیشرویش در گروه اینه که اسلام سیاسی، همونطوری که مسیحیت دستگاهش به اصطلاح قلاده زده شد، دهنه زده بشه و در روی قفس قرار بگیره. آقای پاشایی، در ارتباط با جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات آبان 98 صورت داد، عمدتاً کشورهای غربی یه سیاست غیر منفعل داشتن و به یه نوعی به نظر می رسید که سکوت در واقع اختیار شده بود. می‌خواستم ببینم شما نظرتون در ارتباط با سیاست‌هایی که کشورهای غربی به خصوص امریکا در داشتن نسبت به این اعتراضات و سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی، نظرتون چیه؟ حقیقتا این مبارزه دیروز امروز شروع نشده، این مبارزه 40 سال است که در جریان است، ادامه داره و ظرف این سالها ما افتخیزهای بسیاری در بین به حساب دولت‌های خارجی، در بین دولت‌های غربی یا غیر غربی دیدیم. ولی چیزی که مهم بوده است این است که هیچ وقت این مبارزه در گروه خاص به حساب هیچ کشوری نبوده، چون موقع که به حساب زبانن و کاغذی از مردم پشتیبانی کردن، چون موقع که عملی مثل آقای اوباما با رژیم کنار آمدن و ساختن با همدیگه و مذاکره کردن و پول دادن، هیچ وقتی مبارزه در گروه خاص کشور خارجی یا هر کشور خارجی دیگری، چه آمریکا چه کشور دیگر، نبوده. طبیعی است که ما همیشه تلاش کردیم که به حساب تا اونجایی که میتونیم افکار سیاستمداران کشورهای میهمان رو که همه در کشورهای مختلف زندگی میکنیم رو جلب کنیم به نفع مردم ایران. ولی اگر هم نتونستیم جلب کنیم، ما کار خودمون رو همیشه ادامه دادیم. این دفعه هم من فکر کنم که دقیقاً یکی از همون صحنه‌های همیشگی بود که به حساب زبانن در دولت آمریکا تایید کرد ولی در عمل اتفاق و حرکتی نیفتاد. و این برعکس دولت آقای اوباما که وقتی خیزش های به حساب پیش ثبت پیش آمد، گفت به ما ربطی نداره، این یک مسئله داخلی مردم هست، خودشون باید خودشون بین خودشون حل کنن. این حکومت موجود فعلا زبانن تایید کرد و در عمل
دست بهش اقدامی نزد و منم حقیقتا معتقدم که ما نمیتونیم از اونها از خارجی ها توقع داشته باشیم که بر حساب به منافع ما فکر کنن. اگر جایی منافع ما خواسته های ما با خواسته های اونها تطبیق بکنه، خب ما باید بتونیم به حساب بهترین و خوبترین بهره برداری از اون بکنیم. ولی اگر جایی نکرد، من معتقدم ما باید همچنان به مبارزه خودمون به صورت مستقل ادامه بدیم و روی پای خودمون بایستیم. آقای جوادی، نظر شما در ارتباط با سیاست های غرب به خصوص سیاست امریکا نسبت به اعتراضات اخیر؟ ببینید، اینا در طول تاریخی که جنایات جمهوری اسلامی صورت گرفته، به خصوص در مقاطع معینی سال 60، سال 67 و اعتراضات اخیر که یک نوع قتل عامی هم در عین حال انجام دادن، همواره سکوت کردن. ولی سکوت شاید کلمه مناسبی نباشه، بعد گفت خفقون گرفتن در رابطه با این اعتراضات. جنایت رو دیدن ولی لب از به اصطلاح کام باز نکردن، هیچی نگفتن. پومپئو اومده صحبت میکنه، میگه برای ما 20,000 تا ویدیو اومده. خب با این ویدیو میخوان ترشی بندازن؟ ویدیوها رو میخوان چیکار بکنن؟ 20,000 تا جنایته. چرا آمریکا متحدینشون به اصطلاح در سازمان ملل جمهوری اسلامی رو از مجامع بین المللی اخراج نمیکنن؟ چرا اخراج نمیشه جمهوری اسلامی؟ به نظرم اون نیرویی که داره فشار میذاره، اتفاقا نباید هیچ گونه انتظار و توقعی از دولت‌های خارجی داشت. اینا منافع حقیر و ضد انسانیشون ایجاب میکنه که با حکومت جمهوری اسلامی سازش بکنن، بند و بست بکنن. ترامپ که به اصطلاح تبلیغات گوشگر کننده یا انجام میداد، دیدیم که چگونه حاج عجوزانه دنبال این بودن که به توی نیویورک توی مجمع عمومی سازمان ملل به توافقی با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنن، و سیاستشون این بوده که میخوان رفتار این اوباش اسلامی رو توی منطقه تازه عوض بکنن، میخوان رفتارش رو عوض بکنن. مردم عراق بلند شدن میگن جمهوری اسلامی و نیروهای اسلامی رو باید نابود بکنیم، اینا میخوان رفتار اینا رو عوض بکنن. مسئله اینجاست که منافع استراتژیک اینا اینطوری هست. اینا طبقات حاکم هستن، هر گونه انتظار و توقعی از اینا داشتن عبس بیهوده است، سرابه، و مردم باید به خودشون متکی شدن. و اینطور شده، مردم با خیزش ها و اعتراضات خودشون دارن نشون میدن که انتظاری از بالا ندارن، از نیروهای دوله به اصطلاح رقیب جمهوری اسلامی، بلکه به قدرت انقلابی خودشون دارن متکی میشن و غیره. و اینا هم نشون دادن که در طول تاریخ در مقابل جنایت های بسیار خفقون گرفتن، این بار هم درست مانند سال 60، درست مانند سال 67 به اصطلاح لب باز نکردن که جنایات جمهوری اسلامی رو بهش اشاره بکنن. میگن جمهوری اسلامی رفتارش نامناسب بوده، تیر به مغز دختر 14 ساله میزنه. به این عکسای جوونا نگاه کنین که گوشه خیابون به اصطلاح افتادن، خون رو چهرهشون گرفته. قلب هر انسانی که ذره‌ای شرافت داشته باشه به درد میاره. چرا رسانه هاشون یک کلمه این دارن پخش نمیکنن؟ به خاطر اینکه منافع هیئت حاکمه و منافع طبقات حاکمشون رو دنبال میکنن، و این منافع در تضاد مقابل با منافع مردم به پا خواسته در جامعه ایران هست. مردم ایران به نیروی خودشون آزاد میشن، اینم دارن نشون میدن. آقای پاشایی، یکی از نکات کلیدی در این اعتراض و هر اعتراضی میتونه مسئله رهبری باشه. یکی از شعارهایی که در این اعتراض به چشم میخورد مسئله رضا شاه جاوید شاه، و یا اینکه رضا شاه روحت شاد بود. شما فکر میکنین که رضا پهلوی چقدر میتونه رهبری این مبارزات رو در دست بگیره و این مبارزات رو به سرانجام برسونه؟ بفرم. من فکر میکنم که به حساب آنچه که در خیابان های ایران داره میگذره، خواسته های مردم کف خیابان است، خواست مردم است. و اینکه آیا این مبارزه در شرایط موجود احتیاج به رهبری دار یا نداره، یا هنوز برای اینکه یک رهبری منسجم برای اون ایجاد بشه به حساب زود است یا نه، من معتقدم که هنوز به حساب برای تا ایجاد مرکز رهبری ما فرصت داریم چند ماهی که بتونیم کار رو انجام بدیم. در این حالی که ما اگر امروز توقع داشته باشیم که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر بلامنازعه وارد صحنه بشود و این رهبری به عهده بگیره، خب طبیعیه که به حساب در آینده هم باید ایشون همین توقع داشته باشیم. ایشون من معتقدم خودشون در جایگاه پایچای مشروطه میبینن، همون نقشی که ملکه انگلستان در جنگ جهانی دوم بازی کرد. ایشون نرفت رهبری به حساب عملیات جنگ و عهده بگیره، بلکه اون با چرچیل نخست وزیر موجود بود و ملکه فقط وظیفه‌اش این بود که سربازهای خودش رو به حساب در میدان جنگ تشویق کنه و ترغیب کنه و بهشون روحیه بده. شاهزاده هم فکر کنم چنین نقش رو دارن. این وظیفه ماهات به عنوان انسان‌های سیاسی
که بتونیم با هم دیتا به این رهبری رو ایجاد کنیم، مردم رو مدیریت کنیم، مردم رو به خیابان به حساب در خیابان مدیریت کنیم، باشون در ارتباط باشیم. وظیفه ایشون این است که فقط این روحیه رو که مردم میخوان هم به ایشون به مردم بدهند و هم روحیه به حساب اعضای رژیم مثلا وابستگان به رژیم رو تضعیف کنن و اون نشون بدن که اگر در کنار رژیم بایستید آینده خوبی ندارید و باید به نفع مردم و در کنار مردم قرار بگیرید، در این حالی که بتونن در مجامع بین‌المللی اگر کاری میتونن بکنن اونجا این نقش رو بازی کنن و به حساب نگاه کشورهای مختلف دنیا رو به خواسته های مردم ایران متوجه کنن، نه اینکه رهبر خیابانی هر روزه باشن. ولی اگر ما امروز این توقع ایشون داشته باشیم طبیعیه که فردا نمیتونیم به ایشون ایراد بگیم که چرا این کار رو میکنید، در شرایطی که خود ایشون مایل به چنین کاری مایل است که به عنوان یک پادشاه مشروطه نقش به حساب نمادین بازی کنه و این کار رو سیاسیون و مرد به حساب کسانی که در تنه سیاسی هستن باید انجام بدن. به نظر من خیلی ممنون آقای جوادی، نظر شما در ارتباط با این سوالی که مطرح کردید. ببینید، جامعه ایران و جنبش سرنگونی نیروهای متفاوت سیاسی از راست و چپ درش درگیر هستند و اساس به اصطلاح سرنوشت آتی جامعه در این گره میخوره که کدوم نیرو، کدوم چشمنداز، کدوم افق، کدوم آرمان و خواستایی در رأس جنبش سرنگونی قرار میگیره. و به نظرم تو این دوره ما همه با همی رو شاهدش نخواهیم بود. مسلما جریانات ناسیونالیسم پروغربی سعی میکنن که مهر خودشون رو بزنن، همونطوری که کمونیسم کارگری، آزادی خواهی و برابری طلبی هم تلاش میکنه مهر خودش رو بزنه. ما برای رهبری اعتراضات تلاش میکنیم، برای سازماندهی قیام، سازماندهی انقلاب تلاش میکنیم، سازماندهی امر تظاهرات خیابانی تلاش میکنیم، برای سازماندهی اعتراضات کارگری و اعتصابات سراسری تلاش میکنیم که در پیوست و همبستگی این اعتراضات بتونیم جامعه رو از شر جمهوری اسلامی با کم مشقت ترین و قاطع ترین شکلی خلاص بکنیم و یک جامعه نوعی رو به اصطلاح برپا بکنیم. من فکر میکنم شعارهایی که داده میشه، هرچند که به هر حال اقلیتی در جامعه چه این شعارهایی میدن، ولی شعار این که اگر ما به رضا شاه به اصطلاح متوسل بشیم، داریم یه نوع استبداد دیگه، یه نوع دیکتاتوری دیگه رو بهش متوسل میشیم که عملا الگو داره میشه، بعضا جاهای فریاد زده شده. ولی فکر میکنم جامعه‌ای که مرگ بر دیکتاتور میگه، کلا با دیکتاتوری میخواد مرزبندی بکنه و مرز خودش رو نشون بده. اما مسئله رهبری یک مسئله کماکان بازی هستش. در سطح عملی، در سطح خیابان، در سطح تجمعات خیابانی ما دارای رهبری محلی به درجاتی هستیم، اما در سطح سراسری نیرو یا حزب سیاسی که بتونه تماما این به اصطلاح رهبری رو تامین کرده باشه هنوز شکل نگرفته. در شکل دادن به این پروسه ما باید وظایف و کارهای بیشماری انجام بدیم، چرا که پیروزی مستلزم شکل پیدا کردن یک رهبری آزادی خواه، برابری طلب، اصولی و به اصطلاح مجهز که هم امر استراتژی و هم تاکتیک پیشروی انقلاب و به سرانجام رسوندنش رو بتونه از پسش بر بیاد هستش. آقای پاشایی، جدا از مسئله خود محل و خیابان، بر صورت یکی از نیازهای مهم هر جنبش برای رسیدن به پیروزی یک رهبری قوی و سازمان یافته و قدرتمنده. به نظر شما فکر میکنین که چه نیروی میتونه این جنبش رو رهبری بکنه و اون رو به سرانجام برسونه برای سرنگونی رژیم اسلامی؟ بی تردید میدان نبرد نهایی و اصلی در ایران است و در شهرهای ایران، ولی به نظر من باید مدیریت این قضیه در خارج از ایران و دور دور از دست جمهوری اسلامی قرار بگیره که نتونن به اون دست به حساب دست بندازن رو مدیریت. و طبیعی است که این مدیریت به نظر من باید به حساب بین احزاب سیاسی انجام بشه، بین شخصیت‌های سیاسی به حساب انتخاب بشه و مدیریت بشه. و هیچ مبارزه‌ای به نظر من تا به امروز بدون تشکیلات منسجم سیاسی به نتیجه نرسیده و کسانی که میتونن داستان رو مدیریت کنن تشکل‌هایی هستن، احزابی هستن که به حساب سابقه کار تشکیلاتی دارن، در کار تشکیلاتی به حساب تخصص دارن، عمل کردن و نشون دادن که میتونن کار تشکیلاتی بکنن. مبارزات متفرق منفردانه تک تک به نظر من در هیچ کجای دنیا، حتی در کشورهای دموکراتیک، بر سر یک موضوع بسیار دموکراتیک هم حتی به نتیجه نمیرسه. وقتی انسانها بخوان تک تک عمل کنن، اگر یک استراتژی مشخص نداشته باشن، اگر یک طرح مشخص نداشته باشن، اگر یک رهبری مشخص و به حساب منسجم نداشته باشن، به خصوص در مبارزه با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که یک حکومت بسیار سفاک و به حساب خون‌آشام است، هیچ
ترفندی به هیچ به حساب در حقیقت وزارتی روگردان نیست. در مجموع من معتقدم نیروهای سیاسی خارج کشور میتونن در کنار هم قرار بگیرن و یک به حساب برنامه و استراتژی منسجم و مشخص رو به حساب مردم ایران ارائه بدن و در فردای ایران در کمال دموکراتیک در یک رأی گیری عمومی مردم انتخاب کنن که به چه چیزی علاقه دارن، چه چیزی رو میخوان و به کی رأی میدن. و من معتقدم در اون شرایط که انتخابات آزاد و دموکراتیک برقرار بشه، وظیفه همه ماست که به عنوان انسان‌های حساب قرن 21 به اون گردن بذاریم و به اون احترام بذاریم و در کنار همدیگه هممون به ساختن یک ایران بهتر و آبادتر مشغول بشیم. آقای جوادی، نظر شما در ارتباط به این که چه نیرویی میتونه این جنبش رو رهبری بکنه و به سرانجام برسه؟ ببینید، مسلما هر نیرویی که آماده این کار هست چنین ادعایی رو میتونه بکنه. ما چنین ادعایی رو داریم، ما خودمون رو برای رهبری کردن این مبارزه میخواییم آماده بکنیم، مدعی هستیم که قابلیت و توانش رو داریم، اما باید اثبات بکنیم و باید نشون بدیم. و به نظرم اون نیروی میتونه علاوه بر ادعاهای اصطلاح سیاسی خودش در رأس اعتراضات قرار بگیره که ملزومات پیشروی این اعتراضات رو پاسخ اصولی، سیاسی و روشنی بده. مثلا چگونگی سازماندهی اعتراضات خیابونیه، چگونه اعتراضات خیابونی رو میشه به اصطلاح کاری کرد که بتونه نیروهای بسیج، نیروهای سپاه، نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی رو ناکار بکنه، قدرت رو در مناطق، در شهرها از دست اوباش اسلامی خارج بکنه و زمینه‌های قیام پیروزمند رو فراهم بکنه. اینا ملزومات به اصطلاح پیشرویه. اینکه چگونه کارگران رو، پرستاران رو، معلمان رو، دانشجویان و رانندگان کامیون رو به میدون کشون که بتونن با اعتصابات پیروزمند خودشون، با اعتصابات خودشون رژیم جمهوری اسلامی رو فلج کنن و چرخ اقتصاد و چرخ تحرک ماشین نظامیشو به اصطلاح در هم بکوبن. اما فکر میکنم پیدایش یک رهبری در اساس به این برمیگرده که چه افق سیاسی بر جامعه غلبه پیدا میکنه و مردم چه چشماندازی رو برای پیشروی خودشون به اصطلاح انتخاب میکنن. این کماکان در حال شکلگیری هست، زمینه هایش به وجود اومده. ببینید، مردم دارن به اینجا میرسن که میگن فقط با قیام مسلحانه، با مبارزه انقلابی میشه شر جمهوری اسلامی رو از سر جامعه کم کرد. واقعیت غیر قابل انکاریه. نتیجتاً اون نیرویی که نه تنها آزادی خواهه، نه تنها برابری طلبه، نه تنها منفعت ملزومات زندگی مردم رو داره ازش صحبت میکنه، بلکه میتونه برای این دوران رو هم به اصطلاح تدارک انقلاب، تدارک قیام رو به اصطلاح براش نقشه داشته باشه و به مثابه یک تاکتیک سیاسی و نظامی هم بهش بپردازه. اینا مسائلی است که بیشتر باید پیش به پرداخت. اطلاعاتی که از جامعه ایران میرسه داره نشون میده که ابعاد این خیزش انقلابی چی بوده و به نظرم ما کار زیادی داریم که بتونیم برای پیشبردش عمیق‌تر و همه جانبه تر نگاه بکنیم و تدارکات لازم برای سازماندهی پیروزمند این اعتراضات رو در مقابل خودمون قرار بدیم. با تشکر بسیار زیاد از شما آقایان فؤاد پاشایی و علی جوادی برای شرکت در برنامه امروز خط آتش. متشکرم. منم از شما و آقای پاشایی تشکر میکنم. خسته نباشید. خواهش. من تشکر میکنم. خیلی ممنون.